به نام او که پلکهایش فصلهای زیبا پدید می آورد. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، در ابتدای عرایض لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به اسرار سنگ شاخص مقابر و قبور. ما سنگهای شاخصی رو داریم در کنار مقبره ها و قبور. تک تک اینها دوستان گرامی علائمی دارن، تک تک اینها اصولی دارن و قواعدی دارن، اسراری دارن که خدمتتون عنوان میکنم. اولا اینکه سنگ شاخص مقابر اصلا احتیاجی نیست که از همه جهت شبیه حیوان باشه. معمولا عنوان میشه که نمادها بایستی از چهار طرف شبیه اون نماد باشه. سنگ مقابر از این قاعده مستثناست، از یک جهت هم کفایته. سنگ شاخص قبور دوستان گرامی به نحوی هست که با آیین و اعتقادات و رسوم ایرانیان باستان و همینطور با تخیلات مردم باستان عجین شده و گاهی این حیوانات چند حیوانی هم هستند و این ضرب المثل شتر، گاو، پلنگ دقیقا از همینجا نشأت میگیره که یک میومدن یک تندیس حیوانی رو به نوعی از تلفیق چند حیوان به کار می بردن. خدمتون عرض بشه که سنگ های شاخص حیوانی به صورت نیمتنه هم بوده و سنگ شاخص دوستان گرامی احتیاجی نیست که حتما در محیط اصلی قرار بگیره. یعنی شما یک سنگ شاخصی رو داشته باشید و زیر اون به شما بار بده، اصلا از این خبرها نیست. هر کدوم اصول و قواعد خاص خودش رو داره. سنگ شاخص میتونه اشاره به خصوصیات فرد متوفا داشته باشه. مثلا ما سنگ شاخصی داریم از طاووس، یعنی یک مقبره بانوی بلند مرتبه. پس سنگ های شاخص میتونه به نوعی جنسیت فرد رو هم حتی مشخص بکنه. سنگ شاخص میتونه طراحی درون قبر رو هم به ما بگه که این سنگ شاخص رو ما میبینیم اگر استاد این کار باشیم، با نگاه کردن به سنگ شاخص طراحی درون قبر هم گویای اون سنگ شاخص هست. خدمتون عرض بشه معمولا در کنار سنگ شاخص میتونه یک سری علائمی هم باشه که اون علائم به ما کمک بکنه برای پیدا کردن اون قبر ارزشمند یا مقبره. در مبحث نمادها دوستان گرامی یادتون باشه که هیچگاه دید نماد اثر بخش نیست و اینکه عنوان میشه این نماد به فلان جهت نگاه میکنه و به اون جهت بریم، اینها تماما تخیلات یک عده افراد بی سوادی هستند که خودشون رو استاد خودخوانده میدونن، لذا این مورد کاملا رده. مورد دیگه در مورد اسرار سنگ شاخصی که بایستی عرض کنم خدمت شما این هست که سنگ شاخص بر اساس اصول و قواعد ستاره شناسی هم می اومده، لذا با توجه به این که موقعی که یک مقبره رو میخواستن بنا بکنن و اون مقبره رو کاملا طبیعی جلوه بدن، مثل الان گنبد بارگاه نمیذاشتن، کاملا بایستی با طبیعت همخوان باشه و استاد طبیعی جلوه دادن مقابر دوستان گرامی نیاکان ما بودن، ایرانیان باستان بودن. پس دوستان گرامی
سنگ هایی که در اون اطراف مقبره ها میبینیم اینها ممکنه بر اساس علم ستاره شناسی باشه. خدمتون عرض بشه که مورد دیگه‌ای که من بایستی عرض بکنم خدمت شما اینه که در مبحث دفینه حتما این مورد رو بدونید. بارگذاری دفینه یک فن بوده، یک هنر خاص بوده، یک هنر و تجربه‌ای بوده که یک کارگروه بسیار متخصص این کار رو انجام میدادن که اون مکان کاملا طبیعی جلوه کنه. چرا؟ چون قرار بوده اون شخصی که در اون مقبره دفن هست سفر 12,000 ساله آخرت رو نیمه تمام نگذاره. یعنی یک شخصی نیاد مثل من و شما بعد 3,000 سال به راحتی بتونه اون مقبره رو باز بکنه. اونها اعتقادشون این بوده که این مقبره بایستی 12,000 سال 4 دوره 3,000 ساله بایستی از گزند افراد و عوامل طبیعی و محیطی در امان باشه. لذا مقبره‌ای که می ساختن بسیار محکم و کاملا طبیعی که به هیچ عنوان شما متوجه نشید. لذا سنگ های شاخص دوستانی گرامی دقیقا بر روی مقبره نیست. بایستی یک سری اصول و قواعد رو مطابق موقعیت جغرافیایی محیط ما به دست بیاریم تا بتونیم تازه مکان رو حدس بزنیم. پس دوستان گرامی دفینه گذاری یک فن بوده و به نوعی یک معما و کاوشگر بایستی این معما رو بشینه پازل ها رو کنار هم بگذاره و بتونه به نوعی نقطه نهایی رو در بیاره. چرا نمیتونیم نقطه نهایی رو در بیاریم؟ چون اون مکان مربوط به 2,000 سال قبل 3,000 سال قبل بوده و ما آداب و عقاید 2,000 سال قبل رو نمیدونیم، آیین تدفین 3,000 سال قبل رو نمیدونیم، سنت هاشون رو نمیدونیم، اعتقاداتشون رو نمیدونیم. سلایق با همدیگه، ما الان 2 تا فامیلیم، سلیقه ها با هم متفاوته. در ایران باستان هم سلیقه ها متفاوت بود. لذا دوستان عزیز، کاوشگری حل یک معماست. کاوشگری طوری نیست که یک بیل برداری و یک کلنگ یا خدا تموم. اصلا اگر چنین تفکری رو دارید کاوشگری رو کنار بگذارید. کاوشگری نیاز به مطالعه داره، نیاز به دانش داره، نیاز به وقت داره، نیاز به هزینه داره و نیاز به امنیت داره و نیاز به تأمین یک گروه یا یک کارگروه خاص داره. برای چی؟ برای اینکه این کارگروه فعلی ما بتونه عقاید اون کارگروه 3,000 سال قبل رو حدس بزنه. حدس زدن کارگروه 3,000 سال قبل کار ساده‌ای نیست و همه اینها رو مثل قطعات پازل بایستی کنار هم قرار داد. حالا شما خودتون فکر بکنید اون شخص نامرد بیوجدان بیشرفی که عکس تفسیر میکنه، الان پی میبرید که اون شخص یک دروغگو و یک کذاب و یک شیاد و یک کلاهبردار حرفه‌ایه که فقط قصد خالی کردن جیب شما رو داره. ممنونم از همه شما. لایک و سابسکرایب یادتون نره. به دنبال تفسیر عکس و کلیپ هم نباشید. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهاتون. رضا ابراهیمی هستم. بدرود.